با چنین نوع رنگ‌هایی یا چنین نوع تصاویری به این شکل برخورد میکنید، این ذات وجودش یک هدف بسیار قوی در عمق بسیار زیاده. خب این در مرکز نیست، این در کناره. میشه گفت که این و این الان خودشون یه دوقلو هست، این دوتا، ولی این منبع هدف اصلیه. این چیزی که به این شکل در اینجا میبینید، این یک نوع دهنه صفر شده است. حالا از کجا متوجه میشین صفته؟ اگه از F7 استفاده کنیم، بالای این یه خط رنگی مثل این میاد. این مربوط به اینه، این صفر شده محلیه که این نرمتر از اینه. در هر صورت جریان این نوع ترکیب رو باید با شرایط خاص خودش مورد بررسی قرار بدیم. اگر که ویدیوهایش 55 باشه، که ویدیوهایش 55 بوده، 11 پایین رو میدیم و یه تاییدیه میدیم. ببینید این اوریبا، این دوتا الان با هم هدفن. این چرا پهن‌تره؟ چون اینجا مرکز هدفه، اینجا محدوده هدفه و فقط این تاییدیه این حالت هاست، اینم مال دهنه اون هدفه. پس تا اینجا این ترکیب شیک ها رو متوجه شدیم به چه صورته. پایین رو صفر میکنیم و بالا رو 20 بنابر ترشورد 45. زمانی که ما ترشورد 45 یا 20 بالا رو میدیم، یه مثلث در قلب این شیک میگیره. سعی میکنیم از F6 استفاده کنیم. خب این مثلثی که ما در اینجا داریم میبینیم یک نوع جریان آبه یا رطوبت شدیده، ولی آبه. به طور کامل میشه گفت آبیه که منتقل میشه. خب تا اینجا که ما اومدیم این وضعیت عمودی رو در این و اینو میبینیم، بهترین کار اینه که با شرایط عمودی به این بزرگی برخورد میکنیم. ببینید اینا منابع و اهدافیه که آلیاژی هم و از ترکیب‌های متفاوتن. این به این بزرگی وقتی اومده، یعنی یک هدف با جریان اصلی و قدرت زیاده. چرا؟ چون ابتدای امرم لکه رنگی که به زرد روشن بود در اینجا بود. خب چون ما اینها رو عمودی داریم و اینم عمودی داریم، اینترپولیت رو اینجا انتخاب میکنیم. باز عمودی ها دوتان، یعنی عملا ما میتونیم دوتا اینترپولیت انتخاب کنیم، ولی این چرا تو پس زمینه است؟ این همون دهنه هست، این همون جاییه که آب داره و دهن است. پس این ترکیب رو میاریم بر روی ده. اینجا اینترپولیت یه بار دیگه هم میتونیم بکنیم، اینترپولیت دور هم جاش میتونیم بزنیم چون دو تا عمودی اومده، ولی همین یکش هم کافیه. حالا ده رو میدیم که بزرگیش رو مد نظر بگیریم، میبریمش تو حالت رنگ اصلیش. ببینید اینجا اینا زمینای صفر شده است. این اون همون هدف اصلی است که تو اولیه تصویرم در اینجا بود و جریان مثلثش در اینجاست که اگه از F7 استفاده کنی این احتمالاً خودشو آشکار میکنه، ولی در F7 نیومد. امکان داره با F6، امکان داره با F7 خودشو ظاهر کنه، ولی بازم این تو این محدود است. ببینید یه مثلثی که در اینجا وابسته به سفتی روی این منبعه. خب دیگه میبریمش رو کد 1. حتی اینجا دور هم میتونیم بدیم چون این خیلی بزرگه. یک رو میدیم، دو تا دوقلو میده. خود این دوقلوه تا اینجا و وجود اینها، اینا جریان سفتی زمینه ها، اینا اشتباه نگیرید، و این لایه سفتی که در دورشه و این دو تا دوقلو خودش هدف اصلیه و اصلا دیگه نیازی به عمل کرده دو صفر نداره، ولی باز هم برای اطمینان دو صفر رو بهش میدیم و دو لکه رنگ با آینتی سایز 5 خواهیم داشت. اولا که این لکه در همین جاست، این در اینجاست و این در این نقطه است. وقتی آینتی سایز 5 رو میدیم، این دوتا شبیه هم میشه. از F7 که F6 که استفاده کنیم، این پررنگ میشه. اینجا تاییدیه وجود اون منبع در اون نقطه است. ولی اینجا پیدا کردن یک هدف با این شرایط آب و عمق زیادش بسیار سخته. اینترپولیتش هم که میدیم، میتونیم جریان لایه ها رو به طور متفاوت به دست بیاریم و با دو صفر. در دو صفر اینجاست. اون چیزی که بسیار لایه های سفتی داره اینجا میبینیم. این در اینجا واقع شده و اگه از F7 استفاده کنیم، لایه های این تیکه تیکه برای ما مشخص میشه. پس تا اینجا این هدف و این منبع قابلیت تشخیص داد. این همون جاییه که اون لکه رنگ های بزرگ هی پشت سر هم آشکار میشه. هدف به این سمت بیشتر. حالا در نیم این در دیده شده. این هم همون دهنه است که ترکیبش به دست بردن. حالا اگه ما 11 پایین رو دوباره بدیم و همون مسیر رو بریم، پایین رو صفر کنیم و بالا رو 20 کنیم.
حالا بیام اینترپولیت دو رو بهش بدیم، بگیم با اینترپولیت دو چه اتفاقی میفته، و بعد بیایم ده رو بهش بدیم، و سپس وقتی ده رو دادیم بزرگ شد، جریان این بزرگ شد، حالا یک رو بهش بدیم، ببینه این دوتا اومد اینجا، اینو میخواستیم تا اینجا با این اینترپولیت بیاریم که این ترکیب شکلی که در اینجا داره پدید میاد، اگه ما یه مقداری از این استفاده کنیم یا F7، این جدا میشه. این دوتاست که الان اون ترکیب رو به وجود آورده. خب در حالت 2-0ش متقابلا برای اینکه ما اومدیم از کیفیت عددی اینترپولیت استفاده کردیم، اون حالت دولکه رو نخواهیم داشت، فقط میخواستیم در اینجا اون تک اینترپولیتش رو توی جریان یکش به دست بیاریم. حالا اگه 15 رو بهش بدیم، 15 هم میاد همین فرایند رو میده و صفرش بکنیم، پایین رو و بالا رو بر روی 20 ببریم. خب در 20ی که ما اینجا دادیم یه مقداری تغییر چهره در کل این پدید اومده. حالا اینترپولیت یک رو بهش میدیم، عین همون. ببینید 20ش متفاوت بود، این خودش مهمه. حالا 10 رو بهش میدیم، توی جریان 10ش باز دامنش بزرگتر از 11 پایین بود که داده بودیم، اینجا 15 منظورمونه. حالا یک رو بهش میدیم، ببینید این ترکیب تکراری رو به ما نمیده و 2-0ش میکنیم. در 2-0 شما چیزی از این منبعی که بخواد غالب باشه که اشتباهاً جای هدف ویدیو 55 تریشد 45 باشه در این حالت نمیبینیم. اگر کد 7 رو غالب این بکنیم که در پول تب هاست، ببینید اینجا میاد پول تبش، اون پول تبی که جریانشه همون جایی که دهنه توضیح داده شده بود. حالا اینا جریان اهدافیه که در عمق خیلی زیاده، مثلا چنین پروژه‌ای روش کار کردن بسیار دشواره. پایین رو صفر می‌کنیم و بالا رو 20. ببینید 20 رو گرفت. شرایط شکلیش دقیقاً رفت تو وضعیتی که با کد 11 می‌گرفتیم. و این مثلث الان در اینجا همون مثلثیه که ما در ترکیب اون یکی عدد 11مون داشتیم و از F7 استفاده می‌کنیم تا این مثلث آشکار بشه. حالا در اینجا ما اینترپولیت رو داده بودیم دیگه، در جریان عددی کد 11 پایین اینترپولیت رو میدیم، شکلش دقیقا شبیه 11. حالا میام کد 10 رو بهش میدیم، کد 10 هم باز همون ترکیب رو داره، و میام کد 1 رو بهش میدیم. در کد 1 باز این دو قلوها رو داریم، حالا 2-0ش میکنیم. الان در 2-0 این بزرگتره، این واضحتره و اینم بزرگتره. یعنی ببینید الان کد 7 که مد نظر ماست این شکل رو پدید آورده، این دوتا هم سر جای خودشون هستن. حالا اگر بخوایم ببینیم این منبع در جریان کد 7 داره درست عمل میکنه، یعنی هدف اصلی از ما اشتباه نکردیم تو دامنه پول تپ ها، 11 پایین رو که میدیم میریم 15 بالا رو میدیم، 15 بالا رو بهش میدیم، ترکیب عوض میشه. اگر این ترکیب 11 پایین با 15 بالا با 20 بالا و 7 پایین و 15 با 20 بالا یا 7 پایین با 15 اینا یه شکل بودن، ما نمیتونستیم این هدف رو به عنوان یه هدف اصلی قرار بدیم. حالا میبریمش روی یک، در یک تک لکه وجود داره و 2-0ش میکنیم. این هیچ دامنه ای از وجود یک منبع اشتباهی رو به ما در اینجا نشون نمیده. حالا باز میتونیم بیایم ترکیب عددی کد 11 رو بهش بدیم، پایین رو صفر کنیم، بالا 20، 11 برابر ویدیوی 55 و مستقیما بیایم بر روی کد 5. ولی خب اونجا چون اینترپولیت رو زده بودیم، اینجا هم اینترپولیت رو میزنیم، با اون که نیازی نیست چون 5 رو میدیم میتونیم این کار رو بکنیم، ولی دامنش رو بازتر میکنیم و بعد 1 رو بهش میدیم و حالا 2-0ش میکنیم. خب این ترکیب شکلی از نظر ساختاری با کدی که الان ما انجام دادیم رو عملیات جداسازی برای تغییر همون حالت رو به ما دوباره میده. خب برای اینکه ببینیم دوباره چه ترکیبی از شرایط هدف وجود داره، چون اینجا 5 رو دادیم، ما 5 رو به خاطر 11 20 5 و با اون اینترپولیت دادیم که بیایم تفاوت آلیاژهایی که امکان داره رو به دست بیاریم. حالا اگه 11 پایین رو به این بدیم و بیایم 12 بالا رو بدیم، 12 بالا کد 1 و اینجا ببینید این دامنه و این پشت سر هم پدید اومد. این 12 رو وقتی به این صورت میدیم دو لکه در اینجا میاد، اینجا میگه من منابعی کوچیکتر از اون منبعی که مورد نظر هست دارم، ولی ارتباطی به
اون ترشولد 45 نداره. اگر این شکل 11-20 اینترپولی 10-10 میمد میتونست خطا در تشخیص باشه. حالا اگه ما بخوایم 11 پایین رو به این بدیم، اینا همه تکنیکاییه که نیازی به استفادهش نیست، فقط یاداوری یا برای آشناییه. پایین رو 0 کنیم و بالا رو 20 بدیم و بیاییم مستقیما بر روی 2. البته اینترپولیت رو چون داده بودیم مجبوریم اینجا دوباره اینترپولیت رو بدیم که تفاوت بین جریان ها رو به دست بیاریم که موقع اشتباه نکنیم. کد 2 رو بهش میدیم، کد 1 رو بهش میدیم و الان 2-0ش میکنیم. بازم اینجا به هم ریختگیه. خب اینجا اگر که ما یه دو قلو کامل باز میگرفتیم امکان عمق کم این زیاد بود، ولی نمیده. این امکان عمق کم رو از بین میبره، ولی وجود هدف هست. حالا ما در اینجا میام مثلا از اینترپولیت 2 استفاده میکنیم. این دفعه چون دو قلو رو گرفتیم اینترپولیت 2 رو میزنیم. مطلوبش یکه ولی 2 رو میزنیم. 11 پایین رو میدیم. حالا این معنی که تفاوت‌ها رو بفهمید. پایین 0، بالا 20 برابر ترشولد 45. ببینید این پروانه اینجا در اومد و اینم در این قسمته. کد 10 رو بهش میدیم. خب این متقابلا لکه همون جایی اومد که اون لکه پررنگ بود. 1 رو بهش میدیم. ببین کاملا سطوحی از اون هدف مورد نظر باز همینجا آشکار میشه. حالا چرا لایه ها متفاوتن و چرا این شکل به وجود میاد؟ به خاطر عمق زیاده یک هدف بسیار بزرگ در عمق زیاده. ببینید این یک عمق بسیار زیادی داره و این لکه هایی که اضافه بعضی مواقع ببینید آلیاژ ها از منابع دیگه هستن که در کنارشن. شرایط لکه رنگی که یک سر ما گرفتیم توی این محدوده بوده، یعنی ساختارش این بوده. ما دیگه حتی اینجا چون اینترپولیت رو زده بودیم نیازی به 2-0 نداریم، ولی وقتی 2-0 میکنیم اینجا به ما یک عمودی و افقی میده، یعنی 100% وجود یک هدف در یک محدوده رو تایید میکنه. دیگه قابلیت این که بگیم هست نیست به چه صورت رد شده است، این خودش تمام اون مسائل مربوط به اون جریان رو تایید میکنه و دیگه بحثی درش نیست، فقط عمق زیادش، میزان آب بالاش و شرایط به هم ریختشه. با اینترپولیتش هم دوباره میبونه. ببینید ما حتی اینترپولیت هم که میزنیم این دوتا میمونه، بعد 2-0ش هم که میکنیم باز میمونه. ببینید ترکیب یک هدف واقعیه. اینترپولیت رو دوباره هم که میزنیم این شکل سر جای خودش باقی میمونه، در همون جایی که ما در مرحله اولیه این رو داشتیم. پس همه این کارهایی که میکنیم بر روی این تصویر، این تصویر سر جای خودش باز هم باقی میمونه. این به دلیل اینکه هی اینترپولیت یک رو میدیم، هدف چون خیلی بزرگه این شرایط براش پدید میاد. ولی در هر صورت این لکه رنگا کلن در جای شکل میگیره که این لکه رنگ اینجا بوده و این در کنار تصویر و نیمی از تصویر در دیده این بوده. این هدف در عمق زیاد زیاد جای سفت و سخت با آب و دهنه های خاص خودشه و تونل ورودی یا راه ورودی از این بالاست.